درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 13 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 21 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. با وجود فضای سنگین امنیتی، شهروندان در زاهدان بار دیگر امروز جمعه 21 مهر ماه بعد از خطبه های مولوی عبدالحمید به خیابان ها آمده و شعارهایی از جمله برای دادخواهی کشته شدگان جمعه خونین سر دادند. در خطبه های نماز جمعه این هفته مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی به جنگ اسرائیل و غزه پرداخت و تنها دو روز بعد از سخنان علی خامنه ای در حمایت از حماس گفت کسانی که از فلسطینی ها حمایت می کنند هم به فکر منافع خود هستند. به همچنین به روایت قالب جمهوری اسلامی درباره نابودی اسرائیل تلویحاً پاسخ داد و گفت نابودی اسرائیل شدنی نیست و وقتی موضوع شدنی نیست چرا اینقدر زور میزنید؟ امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت هر کسی که بویی از انسانیت برده باشد وقتی این صحنه های دلخراش کشتار انسان ها را میبیند تحت تاثیر قرار میگیرد. مولوی عبدالحمید در سخنانش برداشتن موضع منصفانه تاکید کرد و گفت که باید دولت ها و ملت های جهان به جای پیوستن به سفارایی در این درگیری برای رفع اختلاف تلاش کنند. مولوی عبدالحمید در سخنان خود با انتقاد از حمله حماس گفت اگر مسلمان جایی زیاد روی کند و قوانین بین المللی را محترم نشمارد و به زنان تعرض کند و کودکان را بکشد ما چشم بسته از آن حمایت نمی کنیم. مواضع مولوی عبدالحمید در مورد جنگ اسرائیل و حماس باعث شده که رسانه های حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم در روزهای گذشته او را به حمایت از اسرائیل متهم کنند. از سوی دیگر در ادامه فشارهای امنیتی به امامان جمعه اهل سنت معترض و اطرافیان آنها عبدالمالک گرگیج فرزند مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر که در پی خطبه‌های اعتراضی برکنار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. یک منبع مطلع گفته است که بازداشت فرزند مولوی گرگیج از سوی دستگاه‌های امنیتی آن هم بدون هیچ جرم و دلیلی صرفاً با هدف تحت فشار گذاشتن او انجام گرفته تا از ادامه سخنرانی های انتقادیش علیه جمهوری اسلامی به نوعی جلوگیری کنند. ارتش اسرائیل بامداد جمعه اعلام کرد که عملیات در غزه را افزایش می‌دهد و در اطلاعیه‌ای از ساکنان شمال غزه خواست منازل خود را ترک کنند. ارتش اسرائیل گفته است که نیروهای حماس در شهر غزه در تونل‌هایی در زیر خانه‌های مسکونی که غیر نظامیان بی‌گناه در آنها ساکن هستند پنهان شدند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که تروریست‌های حماس از مردم به عنوان سپر انسانی سوء استفاده می‌کنند و از مردم خواسته که برای امنیتشان از شمال غزه فاصله بگیرند. حماس که کنترل غزه را در دست دارد و از آنجا به مواضع اسرائیل حمله می کند در نخستین واکنش به فرمان تخلیه شمال غزه توسط اسرائیل آن را جنگ روانی ارتش اسرائیل نامید و خواستار نادیده گرفتن آن توسط مردم غزه شد. ساعتی بعد از اطلاعیه ارتش اسرائیل سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان تخلیه اجباری کل جمعیت شمال غزه را که حدود 1.1 میلیون تن است بدون پیامدهای انسانی مخرب غیر ممکن می‌داند. او گفت که سازمان ملل متحد قویاً درخواست می‌کند که این دستور لغو شود تا از آنچه که می‌تواند یک تراژدی را به یک وضعیت فاجعه‌بار تبدیل کند اجتناب شود. در پی این اظهار نظر گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل واکنش این نهاد برای لغو درخواست انتقال مردم شمال غزه را شرم‌آور نامید و گفت این دستور ارتش اقدامی جهت کاهش آسیب به غیر نظامیان است. او گفت اسرائیل قبل از انجام هر حمله هوایی به غزه به ساکنان محلی هشدار می‌دهد و سعی دارد که آسیب به کسانی را که در عملیات نظامی حماس دست ندارند به حداقل برسد. به رغم واکنش سازمان ملل متحد در محکوم کردن درخواست اسرائیل، هواپیماهای اسرائیلی اعلامیه‌هایی را بر فراز مناطقی از نوار غزه پخش کردند و از ساکنان غزه خواستند که به سمت جنوب حرکت کنند.
از سوی سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که تخلیه بیماران از بیمارستان‌های شمال غزه عملاً غیر ممکن است. سخنگوی این سازمان طی کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل از ژنو توضیح داد که با توجه به حملات هوایی مداوم اسرائیل دیگر مکان امنی برای رفتن غیر نظامیان وجود ندارد. وی گفت افرادی مبتلا به بیماری‌های خطرناک هستند که زنده ماندن آنها منوط به متصل بودن به دستگاه‌های پشتیبانی حیاتی مانند دستگاه‌های تنفس مصنوعی است. بنابراین رفتن آنها به معنای صدور حکم اعدام آنهاست. از سوی دیگر حماس که ساعتی پیش از شهروندان غزه خواسته بود که در خانه‌های خود بمانند اعلام کرده که تجمع نیروهای اسرائیلی در منطقه کفر سعد را هدف قرار داده است. گردان‌های عزت‌الدین قسام شاخه نظامی حماس هم از حملات جدید به شهر اشکلان خبر داد و طی بیانیه‌ای از طریق تلگرام اعلام کرد که 150 موشک به سوی این شهر تشکیل شده ببخشید شلیک شده است. در پی انتشار گزارشی در واشنگتن پست مبنی بر توافق آمریکا و قطر برای جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران که در ازای آزادی 5 شهروند آمریکایی آزاد شده، آسوشیتد پرس هم با انتشار گزارشی این خبر را تایید کرد. بنا به این گزارش، این توافق روز پنجشنبه توسط یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود اعلام شد و این حرکت از مسدود شدن وجوه جلوگیری می کند. بر اساس مفاد توافق، ایران باید درخواست دسترسی به پول را بدهد و فقط می تواند از آن برای مقاصد بشر دوستانه استفاده کند. این توافق نگرانی هایی را در مورد احتمال استفاده ایران از این پول برای حمایت از گروه های تروریستی مانند حماس برطرف می کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ جاری اسرائیل و گروه حماس گفت که با توجه به ادامه جنایات جنگی و محاصره غزه، باز شدن جبهه‌های دیگر یک احتمال واقعی است. امیر عبداللهیان شامگاه پنجشنبه 20 مهر ماه بعد از ورود به فرودگاه بیروت تصریح کرد که ادامه جنایت‌های جنگی علیه فلسطین با واکنش‌هایی در دیگر محورهای مقاومت در منطقه مواجه خواهد شد. خبرگزاری رسمی لبنان هم گزارش داد که نمایندگانی از گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد در استقبال از وزیر خارجه ایران در فرودگاه بیروت حاضر بودند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونا روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 900 9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید.
جیل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. یاسر رحمانی راد، پزشک درمانگر معترضان خیزش انقلابی، به قید وثیقه از زندان خرم‌آباد آزاد شد. پیش از این خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داده بود که رحمانی راد بعد از تحمل 19 روز حبس در سلول انفرادی شامگاه 18 مهر ماه به بند عمومی منتقل شد. بیش از 130 پزشک، وکیل، کنشگر و آسیب دیده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این پزشک درمانگر مجروحان شده بودند. فاطمه سپهری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد اعلام کرد که شرط قبول آزادیش آزاد شدن بدون قید و شرط دو برادرش حسن سپهری و محمد حسین سپهری است. خانم سپهری در این پیام که روز جمعه توسط برادر دیگرش اسقر سپهری منتشر شده، گفته است که او و برادران بازداشت شدهش باید همراه هم آزاد شوند. فاطمه سپهری در این تماس تلفنی گفت که روز پنجشنبه 20 مهر ماه به پزشکی قانونی منتقل شد، اما اجازه خروج از خودرو را به او ندادند و پزشک را مجبور کردند تا او را در خودروی زندان معاینه کند. این زندانی سیاسی به تازگی مورد جراحی قلب قرار گرفته و خانواده‌اش روز 16 مهر ماه اعلام کردند که او تنها یک هفته بعد از عمل جراحی قلب از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگردانده شد. در حالی که 4 کشور از ایران به خاطر نقض قوانین بین‌المللی در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران شکایت کردند، محمد دهخان، معاون حقوقی رئیسی، در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره گفت که سرنگونی این هواپیما غیرعمدی بوده و ایران حاضر به مذاکره با این 4 کشور است. به گزارش پارس، محمد دهخان گفت در پرونده هواپیمای اوکراینی بیشتر مسافرین این هواپیما اتباع جمهوری اسلامی ایران بود و این پرونده عمدتاً داخلی است، اما این کشورها شکایت کردند. او مدعی شد در حالی که ما بیشترین لطمه را از این اتفاق خوردیم، آنها شکایت و تقاضای مذاکره کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که حاضریم در مورد هواپیمای اوکراینی با این 4 کشور مذاکره کنیم تا مشخص شود که جمهوری اسلامی همه اقدامات لازم را انجام داده است. نیروهای ارتش روسیه روز جمعه شهر آبدیوکا در شرق اوکراین را برای 4 روز متوالی از زمین و هوا هدف حملات خود قرار دادند. این بزرگترین تهاجم نیروهای روسی در چند ماه اخیر محسوب می شود. مقامات ارتش اوکراین می گویند که نیروهایشان مواضع خود را حفظ کردند. با این حال ویتالی باراباش، رئیس اداره نظامی آبدیوکا، گفته است که شهر
گفته است که شهر تحت حملات مداوم هوایی، توپخانه‌ای و زمینی تعداد زیادی از نیروهای روسی قرار دارد. حمله به آفدیوکا یکی از معدودترین حملات بزرگی است که روسیه از زمان آغاز ضد حمله نیروهای اوکراینی در اوایل جون انجام می‌دهد. پلیس فرانسه جمعه 13 اکتبر اعلام کرده است که در حمله یک مهاجم با چاقو به دبیرستانی در شهر آراس واقع در شمال فرانسه یک معلم کشته و دو تن به شدت زخمی شدند. وزیر کشور فرانسه در حساب کاربری خود در صفحه ایکس با تایید این خبر نوشت که این حمله در دبیرستان گامبتا در شهر آراس در استان پادکاله فرانسه رخ داده و به گفته وزیر کشور فرانسه فرد مهاجم توسط پلیس دستگیر شده است. به گفته مقامات محلی هیچ دانش آموزی در جریان این حمله آسیب ندیده، اما یک نگهبان و یک معلم بعد از ضربات متعدد چاقو به شدت زخمی شدند. مجلس ملی فرانسه در همبستگی با قربانیان این حمله فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی خبر داد که این فرد هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده است. به گفته برخی منابع خبری، اصالت فرد حمله کننده با چاقو چچنی بوده و نامش به دلیل افرادگرایی در فهرست افراد تحت نظر پلیس فرانسه بوده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید گروه حماس بخشی از محور شرارت با ایران است و ایده حمله این گروه به خاک کشورش از ایران بوده است. یوآف گالانت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در پاسخ به این پرسش که آیا تهران با حمله روز شنبه حماس از نوار غزه موافقت کرده، گفت مهم نیست چرا که این ایده ایران بود. او در ادامه تصریح کرده ما شاهد کشتار، ربودن و فجایع سنگین دیگر علیه شهروندان خود بودیم. منابع مالی حماس از ایران تامین می شود. برای ما فرقی نمی کند که ایران تا چه میزان در عملیات اخیر دخیل بوده. ما همیشه روابط نزدیک حماس و ایران را زیر نظر داشتیم. برنامه‌مان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilawgroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310 278 84 85
اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. پارلمان اروپا روز پنجشنبه مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی را به عنوان یکی از سه نامزد نهایی برای دریافت جایزه ساخاروف اعلام کرد. این جایزه هر سال به افراد یا گروه‌هایی اهدا می‌شود که در مبارزه با استبداد و دفاع از آزادی بیان فعالیت چشمگیری نشان دادند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده در سپتامبر سال 2023 هشدار داد که موارد ابتلا به باکتری‌های گوشتخوار که می‌تواند باعث عفونت‌های جدی در انسان شود در آمریکا افزایش پیدا کرده است. گونه‌های زیادی از باکتری‌ها می‌توانند زخم‌های باز را آلوده کرده و باعث ایجاد یک بیماری نادر به نام خوره گوش شوند. این باکتری‌ها صرفاً به سطح پوست آسیب نمی‌رسانند، بلکه استمومی آزاد می‌کنند که بافت زرین شامل عضلات، اعصاب و رگ‌ها را از میان می‌برد. در صورت عدم درمان، این بیماری می‌تواند ظرف فقط 48 ساعت منجر به مرگ فرد آلوده شود. این گونه باکتری‌ها به طور عمده در آب گرم دریا زندگی می‌کنند، اما در آب‌های شور غیر دریایی هم یافت می‌شوند. افرادی که در این آب‌ها شنا می‌کنند یا ماهی می‌گیرند یا زخم برمی‌دارند، می‌توانند به این باکتری‌های خطرناک آلوده شوند. این باکتری‌ها همچنین می‌توانند از طریق غذاهای دریایی خام یا نیم‌پز هم عامل مسمومیت غذایی شوند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.